با سلام خدمت همراهان همیشگی همراه مکانیک، تو این ویدیو رفتیم سراغ بررسی معایب یه سدان چینی یعنی آریزو 6 از کمپانی چری. این خودرو از جدیدترین محصولات چری در ایران و جهان که سال 98 به سبد محصولات مدیران خودرو اضافه شد و تولیدش تا امروز ادامه داره. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. اگه بخوایم یه نگاه کلی به چری آریزو 6 داشته باشیم، باید بگیم که طراحی زیبا، شرایط فروش اقساطی و امکانات رفاهی متعدد از جمله برگ‌های برنده چری آریزو 6 تو بازار ایران هم. این خودرو تو سبد محصولات چری یه پله بالاتر از چری آریزو 5 هست، اما اگه گیربکس 9 سرعته CVT آریزو 6 رو نادیده بگیریم، تفاوت عمده‌ای بین این دو خودرو در قسمت قوای فنی نمی‌بینیم. هر دو خودرو پیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژ، جبه‌دنده اتوماتیک CVT و سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل جلو دارن. بریم سراغ بررسی معایب چری آریزو 6. عیب اول این خودرو پیشرانه کم حجم توربو شارژشه. چری آریزو 6 تو بازار ایران رقیب خودروهایی هست که اکثرشون از پیشرانه های تنفس طبیعی حجیم برخوردارن. علت اصلی این نقص مربوط به تفاوت دیدگاه بین مشتریان بازار ایران و چین و نبود زیرساخت مناسب برای نگهداری و بهره‌مندی از خودروهای توربو تو ایران. استفاده از پیشرانه‌های کم حجم و توربو شارژر مزایای زیادی مثل راندمان بالای موتور و مصرف سوخت اقتصادی دارن، اما از اون سمت مراقبت‌های فراوانی لازم دارن و چون همه جای کشور نمیشه به بنزین سوپر دسترسی داشت، اغلب پیشرانه‌های توربو در کوتاه مدت دچار مشکل میشن. عیب بعدی مربوط به حذف برخی امکانات در نسخه عرضه شده به بازار ایرانه. خودروهای چینی معمولاً طیف گسترده‌ای از امکانات رفاهی رو دارن، اما نسخه تولیدی چری آریزو 6 در ایران از وجود برخی آپشن ها محرومه و تفاوت چندانی با چری آریزو 5 توربو نداره و این موضوع به فروش این خودرو لطمه زده. مثلا رادار نقطه کورش حذف شده که برای خودروی باقی این قیمت جالب نیست. همچنین تو نمونه های اولیه این خودرو تنظیمات صندلی راننده و سرنشین جلو هم دستیه و اثری از سیستم تهویه دیده نمیشه. عیب سوم مربوط به قیمت بالای این سدانه که در روزهای ابتدای ورودش به بازار حدود 300 میلیون تومان قیمت داشت که برای یه سدان چینی خیلی زیاد بود. الان هم قیمتش به طور رسمی در کمتر از یک سال بیشتر از دو برابر شده. پرداخت چنین رقمی برای یه خودروی چینی از نظر مشتریان ایرانی کمی عجیبه، چون میتونن با پرداخت مبلغی مشابه مزدا تری نیو و کیا سراتو سایپای 0 کیلومتر بخرن، یعنی خودروهای با کیفیت و قابل اعتماد ژاپنی و کره‌ای. عیب چهارم آریزو 6 مربوط به افت قیمتشه. قیمت رسمی کارخانه خودروی چری آریزو 6 با قیمت بازار متفاوته. در واقع قیمت بازار پایین تر از قیمت نمایندگیه و این موضوع به ضرر مالکان خودرو هاست، چون خودروی خریدن که به محض تحویل گرفتن حدود 15% افت ارزش داره و اونا رو متحمل زیان قابل توجهی میکنه. عیب آخر این خودرو که ما بررسی کردیم مربوط به خدمات پس از فروش ضعیفشه. آریزو 6 خودروی تازه واردیه و هنوز بسیاری از فعالان بازار باهاش آشنا نیستن و نسخه های زیادی از این خودرو هم تو خیابونا دیده نمیشن. تو این شرایط انجام خدمات دوره‌ای و سرویس های چری آریزو 6 فقط در نمایندگی های رسمی ممکنه و اگه خودرو نیاز به تعمیر اساسی داشته باشه میتونه درد سرساز باشه. برای جمع‌بندی در مورد معایب آریزو 6 باید بگیم که اگه قصد خرید این خودرو رو دارین، توصیه میشه مدتی صبر کنید تا نمونه‌های بیشتری ازش وارد بازار بشن و تعدادش و زیرساخت ارائه خدمات پس از فروشش گسترش پیدا کنه تا هنگام فروش کمتر متضرر بشین. فراموش نکنید که تو این بازه قیمتی گزینه‌های بیشتری مثل مزدا 3 صندوقدار جدید و کیا سراتو سایپای 2 لیتری آپشنال برای خرید وجود دارن. ممنون که تا انتها همراه ما بودین. شما در مورد چری آریزو 6 چه نظری دارین؟ سوالات و نظراتتون رو برامون کامنت کنید.